با سلام و درود مخاطبان گرامی، نشریه ایران بالعربیه اعلام کرده که در پایگاه نواتیم در اسرائیل 44 نفر کشته شدند. فقط همین منبع گزارش کرده و رئیس جمهور اسرائیل گفته که حمله که ایران انجام داد اعلان جنگ بود. خب اعلان جنگ از ابتدا بوده، وقتی که در کنسولگری یک کشور میرن هفت جنرال ارشد میکشین اعلان جنگ است. یعنی خب یک مغالطه کرده که فراموش کرده بگوید که اعلان جنگ اول ما کردیم. خب حال کی کار شده بعد از این؟ ما خبرهای غیر عادی و متفاوتی به گوشمان خواهد رسید. بله، این عواقبش بسیار عجیب و غریب خواهد بود. از این پس همه قدر میشه که اسرائیل پیش از این که حمله بکنه فکر میکنه. تا حال اول حمله میکرد، باز بعد از او اگر لازم میبود در بارش فکر میکرد و در غیر از او هیچ. حال این معادله معکوس شده، اینی تغییر آمده. برآورد نظامی که ایرانی ها کردن که چقدر اینا خرج کردن در این حمله که انجام دادن، گفته شده که 110 موشک بالستیک، قیمتش البته نرخش از 30 تا 50 میلیون دلار، 45 موشک کروز که شلیک شد پرتاب شد، سرجم نرخش از 4 تا 7 میلیون دلار تمام شد و 170 پهپاد شاهد 136 سرجم از 4 تا 5 میلیون دلار خرج برداشت. با زدن اینها یا در مجموع خرچی که خب مجموع اینا 38 میلیون دلار، 38 میلیون دلار این عمله انجام شد. در عوضش تمام سامانه های پدافند هوایی اردن، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان که عمل کردن به شمول اسرائیل 1.1 میلیارد دلار خرج برداشتند. محاسبه اقتصادی جنگ ما از این طریق میبینیم، با ما از روی محاسبه اقتصادی جنگ ها میتونیم آینده جنگ یا جنگ های آینده را یا آینده جنگ ها را یک تصویری داشته باشیم پیش خود. چرا جنگ چیز؟ جنگ یک عملیات اقتصادی از اصل، از او خاطر. خب اصلا چهار فروند، شبکه 13 اسرائیل گفت که چهار فروند در پایگاه نواتین فرود آمده بودند. منبع تویتری ایران بالعربیه میگه که حداقل کشته ها 44 نفر مامور موساد است که در مرکزشان میگه خورده. اونجا در پایگاه نواتین یک مرکز لانه به اصطلاح امنیتی موساد بود. حداقل 44 افسر موساد که اونجا به اصطلاح قطعات هواپیمای F-35 است و دیگه از اینام بوده کشته شدن. در این رابطه که از تال گزارشات تو سقی که تایید بکنم آورده نمیتونم، به خاطر از این که پوشش پلیس رسانه‌ای در اونجا بسیار قوی است. خب البته این پایگاه با حضور مستمر افسران اطلاعاتی و عوامل عالی رتبه موساد معروف بود، رفت آمد مقامات اونجا زیاد بوده. 18 نفر هم مجروح گزارش شده. رئیس جمهور اسرائیل و اسکای نیوز گفت که حمله ایران اعلان جنگ بود. حالا اگر اعلان جنگ کاملا اگر رسمی و غیر رسمی بگیریم، این جنگ اعلانش از زمانی که ایران انقلابش پیروز شد شده بود، او اعلان جنگ اما بود. و اصلا اگر بیخ قضیه رو ببینیم، از زمانی که اسرائیل در منطقه کاشته شد اما اعلان جنگ از امو زمان صورت گرفته بود. دو نوع اعلان جنگ است. این دیگه حال اعلان جنگ و خب مثلا استمرار او اعلانات اولی است.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کوتاه مدت ترامپ گفته که عملات موشکی و پهپادی که اینجا صورت گرفت از طرف ایران در پروژه بازدارندگی اسرائیل و آمریکا یک شکست کلان بود. خب چی که شکست کلان چی بود؟ خونه اکثریت سلاح ها را پرنده ها را زدن. یعنی چی میگه؟ یعنی جان بولتون میخواه بگوی که اصلا چطور ایران این کار را تانست تا اونجا حمله کرد؟ او بیخی از کانسرواتور های همون تیپیک هست. ترامپ رفیق برادر کلانش میگه که بله، حمله ایران به اسرائیل نشان دهنده یک ضعف بزرگ در امریکاست. بله، نیویورک تایمز و نقل از مقام ایرانی گفت که خامنه ای شخصا امر آتش داده بود، امر حمله را داده بود. خب فیصله میشه، تمام اپارات نظامی برای میبرن تو یک طی مراحل میشه، فتوا میگیرن، میگن برین بزنه. یعنی بدون اطلاع خامنه ای خیلی قسم کارو نمیشه. معلوم هم نیست که نیویورک تایمز چی بگویه، یعنی خامنه ای در خواب باشه و اینا حمله بکنن. میبینین که اخبار روزنامه غربی هم یک قسم اخبار چی شده، بنجل شده، بازار بقالی واری شده تقریبا بعضی محصولات اطلاعاتی. رسانه های اسرائیل گزارش کرده که صدای انفجار در دیشب در بندر ایلات، صدای انفجار قوی شنیده شده و آژیرهای خطر که امروز باید ببینید مثلا در او چی شده باشه، از کدام استقامت. وال استریت جورنال نوشت که تنها بخش کوچکی از زرادخانه بسیار انبوه پهپادی موشکی ایران در دل کوه در اینجا استفاده شده. براستی خب چرا براستی؟ به دلیل اینکه ایرانیا زیر فشار تحریم در 45 سال تا که تانستن ثروت ایران در تولید و ایجاد فناوری تسلیحاتی مصرف کردن. دنیا کاملا نیرو را قفل زده بود به رهبری امریکا. اینا در این حالت قفل زدگی خب فکر کن چقدر اینا کار کردن و فکر کردن و به خاطر این روزا چه رقم کار کردن. و بسیار ساده است که آدم فکر بکنه که ذخایر موشکی و پهپادی دارن با چی حدی باید باشه. شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز 20 ساعت پیش گزارش کرد که اگر اینا بخواهند باز شرارت بکنن با پاسخ 10 برابری مواجه میشن. خب عالی، ای تو خط نشان کشی ها هست. اما پیشتر هم گفتیم که اسرائیل بعد از یک اول فکر میکنه باز حمله میکنه برخلاف سابق. گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت طلبی در وقت مناسب و به شیوه مناسب پاسخ میده. خوب یکو از ای چندان ابراز نظر نیست، یا درماندگی است. یک اپنی گالان کاملا نیست در آسمان خدا رو نمیده، در زمین بنده شد. حال اینطور میگه چقدر اینو تغییر کردن در ظرف چند روز. و تغییری که در گالانت آمد، در روی گالانت در یک ماه اخیر است. شکست پرتلفاتی که در خان یونس و در گوشه گوشه غزه پیش آمد، گالانت از او سخنان بسیار کشدار و با گلوی غور گرفته که صحبت میکرد بیخی افتاده. حالا که طرفش وقتی که ما فیلم ها رو میبینیم، میبینیم که یک رقم حالت روانیش برهم خورده است. بله شکست خوردن و شکست خورده و خودی گالان 100 هزار نفر مرگ 33 از 34 هزار نفر و زخمی شدن 70 هزار نفر و نابود شدن یک تمدن شهری کل بدوش است. وقتی که با خود فکر میکنه که چی شد. منبع خبری اکسیوس به نقل از مقام ارشد امریکایی گفته که ارزیابی امریکایی است که ایران بعد از زیان
این در صورت که اسرائیل دست از پا خطا کنه، با دور جدید بسیار قوی حملات موشکی مواجه خواهد شد. اکسیوس یک منبع معتبر است، همیشه گزارشات که ما استعمال میکنیم. نبی بری رئیس پارلمان لبنان هم صدای خود کشید، گفت که واکنش ایران حال یک قانون جدیدی را برای تعامل در سراسر منطقه ایجاد کرد. این قانون دیگه سابق یک طرفه بود، اسرائیل هر کاری که میکرد بعد از او هیچ پاسخگیر و پاسخده وجود نداشت. حال قوانین جدید به وجود آمد که در برابر هر چیز و اینا باید پاسخ بدن، یکی به داخل پاسخ بدن، یکی به منطقه. یک مقام امریکایی گفته که خب امریکا قبل از حمله به اسرائیل از طریق میانجیگری های CVC با ایران تماس گرفته بود و برای ایرانی ها گفته شده بود که در پاسخ حمله احتمالی اسرائیل و ایران اگر اونا تصمیم بگیرن ما نیستیم، ما شرکت نمی کنیم. البته میگن اما شرکت میکنن. ما تصور شخصا تجربه با ما نمیگه که اینا راست است، این گپای نادرسته، گپای دیپلماتیک است. تحلیلگر سابق پنتاگون گفته که پایگاه های امریکا آل همه در منطقه در موج در خطر قرار دارند. اگر موج ازدهام باشه، ازدهام به سر جنگ با وجود بیاید، هیچ کس مسئولیت ندارد. اسرائیل تحت فشار قرار میگیره و اینا باید از اسرائیل دفاع بکنن. به همین خاطر امریکا وارد میشه، مستقیم وارد میشه، مستقیم وارد جنگ میشه. ای که آله یک رقم دست گرفتن ای موقتی است. چرا؟ ای بلوا و آشوب در آسیای بزرگ با ای رقم جنگ ها ختم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه کسان دیگی آمدن در آسیای بزرگ جای گرفتن. جنگ بسیار دامنش پیچیده است. مثلا امریکا 35 پایگاه داره که تقریبا ایران یعنی ایران احاطه کرده، پس 35 پایگاه آسیب پذیر است. به می پیمانه ایران داره در برابرشان و روسیه را هم میمانیم، چین ای طرف که میمانیم. برام اینقدر پایگاه های امریکا عامل بازدارنده نیست. من فکر میکنم که قبل از اینکه عامل بازدارنده باشه عامل نابودی بازدارندگی است، یعنی عامل بی‌نظمی است. چی معنا؟ یعنی که اونم قدر پایگاهی که حالی اونا آوردن کلشان به نقطه ضعف تبدیل شده. این ناخون افگار است، هر کدامش فشار بدی از او خون میاد. در گذشته ای تو نبود؟ بله در گذشته نبود. آن تاریخ پوستین جدید خود پوشیده و تن کرده. ایتور غرب اعتقاد خود بر حمله و ایران از دست داده و چیزی که در حال رخ دادن است حال دیگه خاص صاف ساده یک بازی شطرنج است. اینجا که باختی که آمد ارتودکس های افراطی اسرائیل اولین نمو چوب باخت در فرق از اینا خورد، از ایباد پاسخ میدن. اینی باخت اسرائیل است. ارتودکس ها شکست خوردن، در زیر ضربه هستند و ای شاید اختلافات داخلی در جامعه اسرائیل زیاد کنند. یک گروه پیدا شد و همزیست مثلا اصلاح طلب در برابر افراطی ها دیگه راهی نداره، به خاطر از اینکه امتا موج فشار و امتا نابودی میای طرف شد. چرا؟ ما شما ندیدیم در فیلم های بعد از حمله ایران رقص فلسطین در چندین کشوره که ظاهرا دوست اسرائیل هستن مردمش میرقصید در پشت باما فشنگ روشن میکردن سیلفی میگرفتن. خواهی چی منو که تاریخ پوست انداختن.
یک سیاستمدار فلسطینی به نام ساری نصیبه. این واکنش خود به یک روزنامه انگلیسی شرح داد، گفت اگر فلسطینی ها خوشحال هستند، تنها یک خوشحالیش و موجباتش متفاوت است، اما یک شمیز که اولین بار میبینن موشک ها از شرق به غرب پرواز میکنن. اگر سابق همیشه موشک از غرب به شرق پرواز میکرد. رسانه اسرائیلی به نقل از لیمور لیونوت وزیر سابق میگه که بعد از امی حمله اخیر حال کاملا مشخص است که اسرائیل هرگز نمیتواند در هیچ کاری برخلاف تصمیم امریکا عمل کند. عمل که کت اینه کمی گپ ناشنوی کرد، اینی رقم شد و بعد از این حماقت نمیکنه. الجزایر که متحد ایران است و اینا اعلان کردن که اسرائیل کاری کرد که اوضاع منطقه به اینجا کارش به اینجا کشید و نسبت به سیاست دوگانه امریکا اونا هشدار دادن. خب گفته که نمیشه که مثلا اول به خاک یک کشور حمله شود، شما خود آرام بگیرین، خب شد شد، و وقتی که پاسخش داده میشه یک نوع دیگه رفتار میکنه. بنابراین سیاست منطقه به گفته نماینده الجزایری که در بر سر دورایی قرار داره، به این شکل نمیشه پیش رفت. یا قوانین بین‌المللی رعایت شود به طور کل، یا همه وارد هرج و مرج شوند. وزیر خارجه اردن، اردن دیگه یکی از قهرمانهای داستانهای بعدی اوضاع خود بود. یادم میگه در اعتراض به اظهارات توهین آمیز علیه اردن که میشه، ما سفیر ایران احضار کردیم. این شروع شد و یک خبرنگار امور نظامی اسرائیل، نشری اسرائیل هیوم، میگه که ما باید تهدیدات ایران جدی بگیریم. آل دگه ما او اسرائیل گذشته نیستیم با اونا او ایران سابق. معادله تغییر خورده، بازدارندگی خود در برابر اسرائیل اونا نشان دادن، ما باید از این باد رفتار خود و یعنی خلاصه سابق بیباک بودیم و زیاد عمل نمی کردیم، به هیچ چیز پابند نبودیم، قید همه چیز می زدیم، بعد از این احتیاط کنیم. منظورش این است حال اسرائیل هر بار بخواهد که مثلا به یک هدف ایرانی بزنه یا در هر یک جای دیگه، در سوریه، در هر جای دیگه حمله بکنه، اول باید چی کنه؟ فکر بکنه کایا امی ارزش امی کار داره یا خیر. سابقی گپ نبود، امی هر طرف پرش داشت. چرا؟ امو شاگرد مدرسه بود که نازدانا مخته شد. تحلیلگر الجزایری میگه که اگر خب دست جالب یک گپ زده، میگه علمی ایرانی که میشه میزنن هرچه بعد و رد میگین، اگه اینا نبودن اسرائیل تا حال کل کشورهای عربی را اشغال میکرد، کل کشورهای عربی را اشغال میکرد. شما بیننده عزیز ما از در هر جایی که تشریف دارین، شما با این نظر همینطور خدایی چی میگین؟ بی‌طرفانه. ما که از روی تاریخ میگم، از روی مثلا سیاست هژمونیسم غربی میگم، من میگم که الجزایر، تحلیلگر الجزایری کاملا درست میگه. ای بدون از اینکه از کس طرفداری کنیم یا کسی رو یک تصویر بد بدیم، نه، اگر ایرانی ها نبودن خب هر چیز یک موازنه خود نگاه میکنن. هر که اسرائیل کل کشورهای عربی را اشغال میکرد، چیزی هم نمانده بود. اگر همی حماس نمیزد و دلیل از اینکه همه اونا گرنگ شده بودند، خب کسی که برای خود تخت طلایی بسازه از پول مفت کار نکو، حرم سراها اسرائیل میگه که ما عادی سازی رابط میکنیم بخواد از ترس، و ای ماشین گوشت تو میدان
چرخ میدان، چرخشه اسرائیل در فلسطین، اونا آرام. به این ترتیب حال تاریخ به اصطلاح طبل معکوس خود به صدا در آورد، چه کسی را خوش آید و چه کسی را ناخوش افتد.